بیننده های گرامی برنامه تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان، درود و احترام تقدیمتان می کنم. اینک ساعت 6 شام چهارشنبه فرا رسید و ما با تقدیم قسمت 150 برنامه تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و تاریخ امروز هم شب ماه جنوری سال جدید 2021 میلادی است. آرزومند هستیم سال جدید، سال آسایش، قطع جنگ و تامین صلح سرتاسری در افغانستان عزیز ما و همه جهان باشد. دوستان گرانقدر، شما بخاطر دارین که تا هفته گذشته در قسمت انجام عمل کودتای هفتم ثور و همچنان چگونگی قتل محمد داود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان توسط شخصی به نام امام الدین صحبتهایی داشتیم و برنامه هفته گذشته ما اتفاقا برابر است با شب و روز ششم جدی که مرحله به اصطلاح نوین انقلاب ثور یا کودتای ثور بود. به همین مناسبت بیننده های زیادی لطف کردن با تماسگیری های خودشان برنامه را مورد تایید قرار دادن. خب امیدواریم که باز هم بتانیم در آینده ها برنامه های بهتر و مفیدتری هم خدمت شما تقدیم بکنیم. دوستان عزیز، طی برنامه های قبلی عرض رسونده بودم که متعاقب پیروزی کودتای ثور هنوز دیر سپری نشده بود که اختلافات درون حزبی بالا گرفت، به اوج خود رسید و بالاخره با راندن تعدادی از رهبران و کادرهای جناح پرچم در حزب از کرسی های دولتی و دستگیری یک عده از منصوبین ای جنا و به زندان افگندن های آنها، ای اختلاف تشدید شد و برای مدت همه قدرت یعنی یک دست شد و به اختیار جناح خلق حزب دموکراتیک خلق قرار گرفت و در این مدت کوتاه تقریبا یک ساله طور جدیت ها، سختگیری ها، به رحمی ها به کار رفتید که بر اساس اعتراف کتبی و رسمی حفیظ الله امین، یکی از پرقدرت‌ترین و بی‌رحم‌ترین کادرهای حزب که در حاکمیت سیاسی رسیده بود، حدود 12,000 انسان سرزمین عزیز ما به شهادت رسیدند که فهرست اسامی این شهدا از طرف خود رژیم کودتا در امارت وزارت امور داخله نصب شد و به اطلاع عامه رسانده شد. در قسمت اختلافات درون حزبی باید خدمت شما عرض بکنم که ما گفته بودیم تا برنامه گذشته که این اختلافات مقام های استخباراتی شوروی دیروز در میان حزب دموکراتیک خلق دامن می زدن. به مو دلیل انشعاب در سالهای ابتدا یعنی در سالهای اول تأسیس حزب و فعالیت های رسمیشان صورت گرفت که با این حزب دو بخش خلق و پرچم تقسیم شد. سالها این اختلاف ادامه داشت تا این که به مناسبت انجام کودتای خونین و کودتای نظامی علیه رئیس جمهور افغانستان بار دیگر یک ائتلاف میان دو جناح حزب صورت گرفت. عده زیادی از هموطنان عزیز ما را معتقد به ایست که
در تشدید اختلاف درون حزبی و باز در یک جا شدن و ائتلافی که قبل از کودتای سنو به وجود آمد، دست مقام های شوروی دیروز دخیل بودن و یا دستگاه کی‌جی‌بی شوروی دیروز نقش فعال داشتند. هرچند یکی از کادرهای جناح پرچم در حزب دموکراتیک خلق در کتاب خودش به نام اردو سیاست دخالت مقام های شوروی را نمی پذیرند و میگه که این ائتلافی که صورت گرفت قبل از کودتای ثور و به منظور انجام کودتا در واقع به اساس پادرمیانی احزاب کمونیست هندوستان و استرالیا و یا در جمع احزاب برادر انجام شد. مگر کتابی که بعدها تألیف شد و تبع رسید به نام کی‌جی‌بی در افغانستان، نوشته واسیلی متروخین، یکی از کارمندان عالی رتبه شبکه کی‌جی‌بی آن زمان، در اینجا تایی کتاب مطالب و موضوعات بسیار سری، محرم و تکان دهنده درس شد که بیننده های عزیز و علاقمندان میتونن این کتاب را دست بیارن و خودشان بخوانن و قضاوت کنن. ما تایی این برنامه کوشش میکنیم یک سلسله موضوعات مربوط به حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و کارنامه های تکان دهنده و خونی نشانه با اساس اسناد کتبی بیان کنیم تا کسانی یا هموطنانی چنین تصور نکنند که ما با اساس موضع‌گیری های قاطی سیاسی و یا با اصحاب های تمایلات شخصی صحبت هایی می کنیم. پس در اینجا نخستین سندی را که خدمت شما برس می رسونم مربوط به ماهنامه به نام افغان رساله چاپ تورنتوز. این ماهنامه در صفحه 13 شماره 118 خودش از قول همی واسیلی متروخین کارمند عالی رتبه کی‌جی‌بی مطلبی را به نشر رسانده که در اینجا خدمت شما او را میخوانم. نوشته میشه که کی‌جی‌بی همانند سایر سازمانهای استخباراتی کشورهای قدرتمند دنیا از دو شیوه فعالیت استخباراتی در افغانستان استفاده کرده است. اول این که تقریبا تمامی فعالیتهای را که از یک مرکز استخباراتی که در داخل سفارت شوروی سابق در کابل موجود بوده و اقامتگاه نامیده می شده است، انسجام و تحقق داده است. ثانیاً از نماینده های کی‌جی‌بی چه در داخل و چه هم شهروندان شوروی سابق که زیر نام مشاور تقریبا در همه ارگانهای مهم دولتی موجود بوده و در بسا موارد مستقیماً با ماسکو در ارتباط بودند می گوشد. بدون شک که ایجنت های داخلی کی‌جی‌بی نقش مهم و اساسی را در افغانستان بازی کردند. کی‌جی‌بی زیرکانه اختلاف ها بین کارمل و ترکی و دیگر ایجنت های هوادارشان را دامن زده و با تمامی ایجنت هایی که به خلق و یا پرچم وابسته بوده اند ماهرانه و جداگانه تماس‌هایش را حفظ کرده است. طبعا یکی از شگردهای سازمان‌های استخباراتی بزرگ دنیا ایجاد تفرقه و معامله جداگانه با ایجنت‌های بومیشان میباشد که امروز هم آسیا تا میت یعنی سازمان استخبارات ترکیه همه از این روش معمول در افغانستان پیروی می‌کنند. این اما موضوعی بود که افغان رساله از کتاب کی‌جی‌بی در افغانستان با قلم
متروخیم درش کرده بود. همچنان در کتاب به نام دهه قانون اساسی افغانستان که با قلم زنده‌یاد صباح الدین کشککی نوشته شده و به چاپ رسیده، در اینجا هم تذکر رفته به منظور همو مستندگویی و مستندسازی مسائل، در اینجا هم نقل قول میکنیم از کتاب دهه قانون اساسی افغانستان. در یک جای زنده‌یاد کشککی می نویسه: نزد افغانهایی که انکشافات سیاسی را تعقیب می کردند، این موضوع دیگر در جمله اسرار نبود که سفارت مسکو در کابل از حزب دموکراتیک خلق افغانستان به طور فعال حمایت می کرد. زنده‌یاد کشککی بازم در امی کتاب خودش می افزاید، یک البته از قول پولاداد امریکایی می نویسد. پولاداد امریکایی گفته یک وزیر سابق داخلی امور داخلی افغانستان به طور واضح گفته است که او دوسیه های مفصلی را مطالعه کرده است که در اثر نظارت فعالیت های چپی های افغانستان از طرف پلیس مخفی کشور ترتیب گرفته بود. این اسناد بدون شک به اثبات می رسانید که رهبران کمونیست افغانستان از طرف عناصر کی‌جی‌بی سفارت شوروی در کابل مستقیما اداره، تمویل و هدایت می شدند. بیننده عزیز، حال که از کارمند عالی رتبه کی‌جی‌بی و یا شوروی سابق نام بردیم، به خاطر معلومات بیشتر شما عزیزان باید عرض بکنم که واسیلی متروخین کسی بوده که برای نخستین بار در سال 1948 میلادی در دستگاه MGB که قبل از KGB وجود داشته استخدام شده و سالها فعالیت مخفی انجام داده، مخصوصاً از سال 1972 تا 1984 میلادی وظیفه نظارت بر انتقال اسناد آرشیف مدیریت عمومی اول کی‌جی‌بی را به عهده داره که از یک محل، از محل سابق به محل جدید انتقال پیدا میکنه. و این متروخین به عنوان نظارت کننده امی اسناد و فعالیت های انتقال اسناد موظف میشه و بالاخره در سال 1985 میلادی به تقاعد سپرده داده میشه و در سال 1992 میلادی متعاقب سقوط نظام شوروی دیروز با انبار از اسناد محرم و مخفی آرشیف کی‌جی‌بی به انگلستان پناهنده میشه و کتاب خودش به نام کی‌جی‌بی در افغانستان بعداً با قلم در آورد که این کتاب از طرف یکی از هموطنان گرامی ما به نام دکتر حمید سیما ترجمه شده به زبان فارسی دری و تا حال چند بار در وبسایت های مختلف هم به نشر رسیده. پس آنچه که از قول متروخین گفته میشه، چون خودش مستقیما اسناد به اختیار داشته و از جمله جاسوس های فعال کی‌جی‌بی بوده و بعد از او به انگلستان پناهنده میشه، یقینا آنچه در نوشته خالی از حقایق هم نیست و ما بار دیگه علاقمندان عزیز این موضوع را رجعت میتونم به خود کتاب قبل از اینکه ما او را بیان بکنیم، بهتر است که دوستان علاقمند خود کتاب کی‌جی‌بی در افغانستان به دست بیارن و مطالعه بکنن و خود قضاوت کنن که بیگانه ها در طول سالهای طولانی به حق ما و به حق ملت ما چی جفاهایی نبوده که انجام ندادن.
و پس از همی تذکر نسبتا ضروری دوستان عزیز برمیگردیم به این موضوع که چی شد که پیروزی کودتای ثور علیه نخستین جمهوریت افغانستان بسیار زود و بدنامی کشید و در اذهان مردم و دماغ مردم اثرات منفی گذاشت و بالاخره خود شعارها، اقدامات و غرورهایی را که کودتاگران داشتن عاقبت آیست آیست در درون خون آتش در افغانستان شنا میکنه. این وحشت و دهشتی که پس از پیروزی کودتای ثور ایجاد شد، البته دوستان عزیز ما و بیننده های گرانقدر هموطنان که زنده هستند، چون از پیروزی کودتای ثور بگیر و ببند و کشتارها و اعدامها و طوفانی از بیرحمی ها دیری سپری نشدند. یقین دارم که هنوز تعداد زیادی از هموطنان ما زنده هستند و شاهد عینی همه فرودها و فرازهای منفی و دلخراش و زمان. بنابراین اگر ما آیست آیست بخواهیم تا این برنامه و برنامه های آینده قدم به قدم جفاها، ظلمها، رسواییها و بیباکیهای حاکمان رژیم کودتا را که در صد قصر افغانستان بسیار بیباکانه اعمال کردن تذکر بتیم و یاد کنیم، شاید ما به برنامه های زیادی نیاز داشته باشیم. و اما گفتن اگر در خانه کس است یک حرف بس است. به می حساب سعی می کنم تا این برنامه فقط رؤوس یک سلسله از اعمال و سیاست های خانه خراب کن و به اعتنایی ها، به باکی ها و خودسری های منصوبین حزب و بخصوص او تعداد از منصوبین حزب که به قدرت و به حاکمیت و به کرسی های بلند دولتی رسیده بودند، متاسفانه نتونستن نبض جامعه را اطوری که لازم بود درک بکنند. وضعیت در کشور ما بسیار خونین و وحشتناک ساختن. فقط رؤوس یک سلسله اعمال و کردارشان در اینجا خدمت شما به عرض می رسونم تا خود شما عزیزان و آنانی که از اوضاع آنقدرها اطلاع نداشتن و ندارن و یا شاهد صحنه های عینی نبودن، خودشان تا آخر حدیث مفصل بخوانن از این مجمله که ما تقدیم می کنیم. و اما قبل از همه دوستان عزیز اجازه بفرمایید یک وقفه بسیار کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم، لطفاً با ما باشین، موضوع را ادامه میدیم. باز هم و بار دیگه مراتب احترامات خود خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم و 150 بخش برنامه تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان خدمت شما تقدیم میشه که از طریق شبکه جهانی تلویزیون امید 24 شهر بزرگ تورنتو به نشر میرسد. خدمت به عرض رساندم که منصوبین حزب و حاکمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان که پس از کودتای ثور به قدرت رسیده بودند، متاسفانه سیاست‌های زشت و سیاست‌های ضد آرامش و ضد خواست‌های مردم طوری در پیش گرفتند که در مدت بسیار کوتاه سر تا سر افغانستان
به طوفان از آتش و اختلافات و مقاومت ها مبدل کردن. از جمله همه اعمالی که اینا انجام دادن، برخی از این اعمال خدمت شما یادآور میشون به منظور باز هم عبرتگیری از اعمال حکام گذشته، به منظور درسگیری و به خاطر الهامی که حکام آینده امروز و فردا باید از او بیاموزن و الهام بگیرن و انتباهی داشته باشن تا بدانن و بفهمن که رمز و رموز حاکمیت در یک جامعه انسانی چیست و چگونه خواهد بود. این حکام رژیم کودتا متاسفانه یکی از معایب بزرگشان مستی و غرور از حد فزونشان بود، مبنی بر پیروزی در کودتای هفتم سبا. یعنی در همه جا با تبختر و با غرور در برابر همه برخورد میکردند که گویا اینا انقلاب کردند. پس فرد ملت افغانستان باید سپاسگزار اینها می بود، تابع محض می بودند چون انقلاب انجام داده بودند. و همچنان عدم تحمل دیگر اندیشان، با مجرد به پیروزی رسیدن حکام تازه به دولت رسیده تحمل دیگران جز اعضای حزب خودشان و جز کسانی که طاعت و عبادت طاعت 100% ازشان داشت در برابرشان انجام میداد و کاملا 100% تسلیم بود، دیگران را تحمل نکردند. هر کسی که مثل خودشان نبود او را نپذیرفتند و نه تنها نپذیرفتند بلکه به نام عنصر ضد انقلاب نام نهادند، گرفتار کردند، به زندان انداختند و بسیار به سرعت کشتند. به حرمتی در برابر افکار و مقدسات، افکار عامه و مقدسات عامه بسیار بی‌باکانه برخورد کردند، تحقیر کردند و توهین کردند. غصب زمین‌های ملاکی یا زمینداران بزرگ و توزیش به بعضی از دهقان‌های کم زمین و بی زمین، خب در واقع یک اقدام ترقی پسندانه در هر رژیمی خواهد بود، اما این حکام کودتای ثور زمینا را وقتی از ملاکین غصب کردن و توزیع به دهقانان کم زمین یا بی زمین کردن، در واقع هیچ نوع تبلیغ و یا آماده سازی ذهنی را مد نظر نگرفتن. باید در ابتدا از حال روشن می ساختن که دهقانی که زمین گرفته بود او را دیگه از نظر دینی و از نظر عقاید اسلامی خودش حرام و زورگویانه حساب نمی کرد. چون این تبلیغی، چون این آمادگی های موجود نامده بود. و همچنان توزیع زمین و بی زمین به صورت خشک و یک طرفه و بسیار ساده نیست. وقتی زمین توزیع میشه، زمین آب کار داره، زمین قلبه کار داره، دانه کار داره و به زراعت و به کشت و کار و محصولات و تولیدات باید آماده شود. چون این امکاناتی را هم دهقانانی که زمین ها را گرفته بودن نداشتن. و بعدا وقتی مقاومت ها در سرتاسر افغانستان آغاز میشه، از نظر تبلیغات مذهبی و دینی او دهقانانی که زمین گرفته بودن، زمین حتی خودشان با دست خود به مالک اصلیش مسترد کردن. همچنان حاکمان رژیم کودتا کورس های سوادآموزی را در شهرها، ولایات و قرا و قصبات گشودند. خب گشایش کورس های سوادآموزی هم یک گام ضروری است در یک جامعه انسانی، اما باز هم باید عرض بکنم که باید بستر و زمینه های مساعد خودش ابتدا بیافه تا مردم به علاقمندی و خودشان با رضایت خودشان در کورس ها اشتراک بکنند که چون این چیزی صورت نگرفت.
بخصوص وقتی منصوبین حزب زنان و دوشیزگان اهالی روستاها را به زور و با فشار در کورس‌های اکابر یا کورس‌های زندان‌آمیزی آوردن، انتقال دادن، این احساسات ناموسانه و احساسات مذهبی مردم تحریک کرد. بجایی که مفید تمام شد، مضر تمام شد. این خودش بیانگر عدم آمادگی و عدم شناخت دقیق نبض جامعه بود که کودتاگران هفتم ثور بسیار با عجله حرکت کردند و تصورشانی بود که حال که ما با قدرت رسیدیم، سلاح هم داریم، قدرت دولتی هم به اختیار ما هست، هر آن کاری را که بخواهیم انجام بدیم در کشور انجام داده میتونیم. ولی از پیامدها و انعکاسات خطرناکش غافل ماندن. اینا همچنان با هر کسی که میانه خوب نداشتن، هر کسی که اعتراضی داشت و انتقادی داشت، نه تنها که انتقاد و اعتراض هرگز نمیپذیرفتن و نپذیرفتن، بلکه در دستگیری معترضین و انتقاد کننده ها، در شکنجه کردن ها، به زندان افکندن ها و حتی انتقال این تعداد معترضین و اعدامگاه ها با بسیار سادگی و بدون محاکمه اقدام کردند. با مدلیل بود که از کدام خدمت شما در تنها در یک سال اول حاکمیت کودتاچی ها به تعداد به صورت رسمی البته به اساس اعتراف دولتی های اون زمان 12,000 انسان به صورت سربریز شدند. چه بسا که تعداد ای شهدا و کشته شده ها به مراتب بلند بودند. همچنان قلدری، زورگویی، سوء استفاده از قدرت و نفوذ و دخالت حتی در خصوصی ترین بخش های زندگی افراد جامعه، این هم از کارهای ناشایستی بود که کودتاگران انجام دادن. دامن زدن به کیش شخصیت به حد افراد کردن که از رهبران حزب بت ساختن و آنقدر تبلیغ کردن، آنقدر گفتن و شعار دادن که بالاخره موجب تنفر مردم افغانستان شد. و امطور همه رهبران به اصطلاح تقدیس شده خودشانه بعدن چنان نیست و نابود کردن که بازم مایه سرفگندگی در جامعه برای خودشان شد. مثلا وقتی نور محمد ترکی با عنوان رهبر کبیر به نام نابغه شرق و به نام استاد توانا و امثال هم نام گرفته شد و تبلیغ شد، بعدن مردم افغانستان شاهد بودن که به چی سهولت و به چی بیباکی و سادگی با خفه کردن امیر رهبر کبیر جانش گرفتن و به نابودی کشاندنش. ای هم از یک جانب اگر جفا و ظلم و دروغ و بدتینتی ها را در میان حزب بنمایش میگذاره، بنمایش گذاشت، همونطور خودشانه همچنان ضربه کاری زد در اذهان مردم افغانستان. ترویج عمل جاسوسی، بیننده های عزیز، یکی از فعالیت های جدی کودتاگران بود. جاسوسی، جاسوس پروری و تقویت فعالیت های جاسوسی در سرتاسر افغانستان، حتی در درون خانواده ها، یکی از کارهایی شد که حتی کودکان مکاتب خواستن عادت به جاسوسی بتن علیه حتی والدین خودش. این هم یکی از ضربات کاری بود که به نه تنها به پیکر حاکمیت خودشان وارد شد، بلکه ضرباتی بود که به صورت بی سابقه بالای روان افراد جامعه وارد آورد. یعنی جامعه افغانستان از نظر اخلاقی و عاطفی و شخصیتی خالی ساختند.
وقتی افراد یک مملکت به جاسوسی عادت میکنن و جاسوس میشن، جاسوس پرور میشن و این وظیفه را افتخار خود میدانن، در واقع همه فضیلت ها از درون جامعه رخت میبنده، دیگه کسی پشت فضیلت نمیگرده. این کار متاسفانه منصوبین حزب انجام داده. و همچنان عرض کردم که عدم تحمل در دوایر دولتی و کرسی های دولت که در واقع حق مسلم همه افراد جامعه افغانستان است و باید تمام اقشار و طبقات و اقوام مختلف وطن خودشان در یک رژیم، در یک دولتی که او هم ادعای انقلابیگری داره، ادعای صلح و سوسیالیسم با آسمان رسانده، باید سهم داشته باشند. کشورشان است، سرزمینشان است، منافع ملی خود در نظر بگیرن و باید حق داده شود که اینا کار بکنن. اما با تاسف منصوبین حزب اکثریت مطلق مامورین دوایر دولتی را یا دستگیر کردن یا منفک کردن و یا به قتل رساندن، به جایش افراد و اشخاص حزبی را که کوچکترین تجربه از دولت مداری و کشورداری نداشتن جا به جا کردن. ای همه اعمال، ای حرکاتی را که خدمت شما برز می رسونم، در واقع به شکل بسیار اوریان و به شکل بسیار به شرمانه انجام داده شد. بینندگان عزیز، شما توجه بفرمایید، وقتی شخص اول مملکت از پشت تریبون، از طریق رادیو و تلویزیون و رسانه های همگانی فریاد کنه و بگویه که رفقا فیر کنین، فیر کنین و فیر کنین، ما تا دیروز صرف یک قلم و کاغذ به دست داشتیم، امروز ما دارای تانک و دارای سلاح‌های قوی نظامی هستیم، دشمن در تاریکی نابود کنیم. این حرف‌های بسیار قلدرانه کسی به نام حفیظ الله امین بود که وقتی استاد توانای خودش ترکی را به دیار عدم سپرد، وقتی بخش‌های مختلف حزب از درون حزب و از چوکات دولت بیرون راند، وقتی قدرت به صورت تکروانه به کف گرفت، مست قدرت شد و چنان مست و علص شد که وقتی بیوه ها، وقتی زنان بینوای کشور ما که شوهران خود از دست داده بودند، شوهرانشان به ناجوان مردانه و بدون دلیل دستگیر شده بودند، از درون منازل و خانه ها و به زندان ها رفته بود یا به چوبه های دار، وقتی این زنان بینوا عرض و داد میکردند و کاغذ، یعنی معروضه خودشان به حفیظ الله امین میرساندند، با هزار مشقت این چانس میسر میشد که نزد فرعون زمان برسن، حفیظ الله امین با یک جواب بسیار سطحی و بی‌دردانه و بسیار قلدرانه خطاب به این زنان عارض میگفت که شوهرت فرار کرده به پاکستان، چه فرق میکنه، برو دیگه شوهر بگی دیگه. تا این حد بی‌دردی عمیق شد در برابر مظلومین ما، در برابر مردم عزیز ما که سالها انتظار بیبودی اوضاع را داشتن، سالها انتظار داشتن که قلدران سابق، مستبدین گذشته اگر از صحنه میرن، لااقل رژیمی به میان بیایه که دردشان را درک بکنه و در قسمت تامین رفاه، آسایش و آرزوهایشان گامی بگذاره. اما با دریغ تمام که رژیم کودتا با تمام اداها و شعارها و جست های میان خالی خودشان
نه تنها هیچ کاری کرده نتونستن، بلکه تمام مردم افغانستان دچار عصبیت، دچار خون و خاکستر ساختن. میلیون ها انسان از سرزمین ما به بیرون فرار کرد و در بیرون هم وقتی فرار کردن به چنگ ظالمان دیگه به نام در او زمان به نام مجاهدین افتیدن. ده ها و صد ها جوان رشید ما در طول راه فرار دستگیر شدن توسط به اصطلاح مجاهدین به قتل رسیدن. این آلاتی بود که کودتای ثور به وجود آورد و مرحله دوم حاکمیت حزب هم که در شش جدی سال 48 آغاز شد با برگشت ببرک کارمل از خارج به افغانستان، بازم مردم عزیز ما در برابر استبداد بی حد و حصر جنای خلق انتظارات دیگه داشتن و تصورشان طوری بود که برگشت رانده شده ها، برگشت رهبران فراری حزب و مرحله به اصطلاح تکاملی انقلاب سر باز هم میتونه ملهم شوه به زخمهای عمیق مردم. مگر با تاسف دیدیم که قدم به قدم اوضاع رو به وخامت رفت. مقاومت های ضد حاکمیت رژیم و ضد کودتا و ضد حزب در سر تا سر افغانستان مواج شد، گسترده شد و از طرف دیگر ای اوضای ناهنجار، اوضای شکننده و خطرناک موجب سوء استفاده دشمنان داخلی و خارجی گردید. دشمنان خارجی هم با استفاده از این وضعیت خواستن از به اصطلاح آب گلالود ماهی طلایی برای خودشان بگیرن که گرفتن. نخستین استفاده سور در اینجا از کمخردی ها و سیاست های ضعیف خانه خراب کن و استبدادی حکام افغانستان انجام داد. این پاکستانی ها بودن، مقامات پاکستانی که از سالها به این طرف منتظر چنین وضعیتی بودن تا از اوضای ناهنجار سیاسی و اقتصادی و نظامی داخل کشور ما استفاده های اعظمی انجام بدن که انجام دادن. دوستان گرامی، نتایج این همه بگیر و ببندها، عدم اعتماد، عدم پذیرش و عدم تحمل دگراندیشان و سایر بیگانه خویی ها موجب شد که افغانستان عزیز ما متاسفانه در یک مدت تقریبا یک یا یک و نیم دهه هزارها هزار جوانان به درد بخور، تحصیل کرده ها، علما، دانشمندان، استادان، نویسنده ها، شاعران و شخصیت های ادبی و فرهنگی و علمی و هنری ما را از کف بدن به صورت عام و به صورت بسیار گسترده. کشتارها، نابود کردنها چنان صورت گرفت که تقریبا کشور عزیز ما را از عناصر به درد بخور و عناصر مفید و کاری و فعال و دلسوز و وطن دوست ما خالی ساخت. این چیزی است که هرگز تاریخ مرتکبینش نمی بخشه و به هر حال بیننده های عزیز، صحبت و سخن در قسمت کارکردهای سیاستمداران و رهبران حزب، حاکمان تازه به قدرت رسیده خیلی ها زیاد است. هر گوشه این موضوعات که بشکافیم دنیای از خشم و غم و اندوه ما را فرا میگیره. اما فکر میکنم بهتر است اگر یک برنامه دیگه در همین مورد داشته باشیم تا صحبت های ما تکمیل شود. بعدا از
این موضوع خواهیم گذشت و می پردازیم به موضوعات جدیدتر در کشور ما از نظر تاریخی که چی گذشت و مردم ما شاهد چی مصیبت هایی بوده و هنوز هم هستند. دوستان عزیز، برنامه ما رو به پایان میره. قبل از اینکه با شما ودا بکنیم، از فرد فرد شما عزیزانی که تا حال با ما حضور داشتین، برنامه را شنیدین، اظهار سپاس میکنم و از او تعداد از هموطنان گرامی که همیشه برنامه های ما را هم میبینن و هم تایید میکنن، بار دیگر اظهار تشکر میکنم و توفیق میخوایم که بتانیم با عنوان خدمتگار صادقتان همیشه در خدمت شما قرار داشته باشیم. با آرزوی آزادی و آبادی و تامین صلح و سلام و آسایش در سرتاسر دنیا، بخصوص در افغانستان عزیز، با شما دوستان ودا میکنیم. شاد و سلامت باشید.